اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. در بهار میهنم دل را به دریا میزنم، دل به سودای سفر تا صبح فردا میزنم، میروم تا کوچه های خاطرات کودکی، از نمای زشت دوران ره به رویا میزنم، روشنی های صفای دوستی در دیدم، سر به یاران کهن اینجا و آنجا میزن. این چنین باز کن در را که از راه درازی آمد، باز کن در را که از راه درازی آمدم، این چنین بی صبر در با دست و با پا میزن. سفره گستر تا خلیج فارس در رویای ماست، من به بوشهر آمدم، جان را به دریا میزنم، با رفیق دیر و دورم سر به دریا میزنم، با نفسهایم سرود فت یک جا میزنم. گفت سودایی چنین خوش در دلم پاینده شد، جام می برگی چون پیدا و پنهان. چهارشنبه علیرضا نوری‌زاده، با سلام. 8 اردیبهشت ما 28 اپریل یا آوریل به شما سلام میکنم. دیروزم بهتون مژده دادم، امروز روز خوشی است برای من و برای شما، چون دکتر ماشاءالله آجودانی مهمان ماست و پر از ناگفته هایی که خود او مبدع و مبتکرش بود و بدان میپردست. بذارید من زیاد حرف نزدم، مرتب دیروز پدیروز مرتب از سیاست و همه چی گفتم. اجازه بدید به یه بحث مهم فرهنگی بپردازیم که لابلاش حتما سیاست هم میاد، که با زندگی ما قاطی شده دید در این 42 سال حکومت جهل و جور و فساد. جناب دکتر آجودانی سلام عرض میکنم. سلام بر شما و سلام بر بینندگان و شنوندگان برنامه های تلویزیون ایران فردا. خب دکتر جان، اجازه بده خیلی سریع بپردازم به این مقوله. نکته‌ای برای من توجه برانگیز شد در این مقوله زبان که صحبت میکنی. من میبینم در زمان محمود غزنوی ما یک نسلی مثل بیهقی داریم و همینطور کتاب‌های متعددی که در تاریخ نوشته شده یا در مقولاتی فتنامه و غیر. بعد میان چند قرن بعدش به زمان صفویه میرسیم، اون نثر مغلق حتی در زمان نادر که تلاش میکنه یه مقدار از اون سنت‌های دست و پاگیر رو برداره، باز همین ادامه پیدا میکنه. دوران کریم خان یه تعدیلی ما مشاهده میکنیم، بعد دوران قاجاریه است که باز دوباره برمیگردیم به اون نثر عجیب غریب ستوی مغلق، و شاید در زمان ناصرالدین‌شاه یکی دو مورد داریم که خود تعدیل شده، حتی چیزایی که تاج السلطنه دخترش نوشته. بعد تا میرسیم به دوران پهلوی که ما شاهد یه تحول در زبان هست. اولا از شما خواهش میکنم اگر ممکنه نمونه هایی از اینها رو اشاره بهش بفرمایید و چرا
اینقدر تغییر و تبدیل در نسل ما وجود داره. خیلی متشکر. حتما ببینیم، من در صحبت دو هفته پیش یه نمونه هایی از فرخی یزدی خوندم. بله. که بنیاد ذهنی او رو در ترکیب آفرینی های جدید و زبان جدید که مال عصر مدرنه نشون میدم. اما در ضمن وقتی که این مفاهیم جدید وارد ایران میشه بر اساس ذهن و یعنی بر اساس ذهن افراد، این مفاهیم چرخش رنگارنگ پیدا میکنه. ببینیم مثلا اشرف الدین حسینی، او یه شاعریه که با معتقدات مذهبی و عقاید مذهبی به مسائل مدرن ایران نگاه میکنه. با فرخی یزدی از دیدگاه سوسیالیسم با مسائل خاصی از ایران مطرح میشه. در نتیجه تو شعرهای او مثلا ما جنگ صنفی میخونیم. ببینید اونجایی که فرخی یزدی از زمزمه های انقلابی، مرگ سرخ، فرمان خون، جنگ صنفی، جامعه کارگری و زمزمه های صبحگاه سخن میگوید، اشرف الدین حسینی آنگاه که به جهان اطرافش با دیدی تازه می نگرد، اینو تاکید میکنم، یعنی با مفاهیم جدید میخواد فکر بکنه، از فیل ظلم، نخل وطن، یعنی اینا همه کاربردهای کنیشن های مذهبی داره، داره از فیل ظلم، نخل وطن، حلوای معارف، چماق منتشا، آوای شرعی، بلبل قدس الهی، معراج صلح، نسل پاک یاسین. خب ببینید این تعبیرها یا حلوای محبت مثلا، خب اصلا نشون میده این آدم از یه دنیای دیگه ایه، از دنیای، یعنی زبان اینقدر مهمه، با اینکه نوآوری میکنه، با اینکه با وطن، اگر ملک الشعرای بهار با وطن میگه لیلای وطن، او با وطن، نخل وطن به ذهنش میاد و این تعبیر رو ارائه میده. اینجا ما میبینیم که حتی زبان میتونه جلوگاه هایی پیدا کنه که این جلوگاه ها نشون دهنده بسیاری مسائل در تاریخ مملکت ما بشه، فقط در ادبیات نیست، در تاریخ مملکت ما بشه. اینجا وقتی اشرف با وطن، نخل، با ظلم، فیل و با معارف، حلوا به ذهن او متبادر می شود، جدا از نحوه نگرش مذهبی، تعلق خاطر او به مسائل مدرن رنگ دینی می گیرد. یعنی زبان اشرف الدین حسینی که با توده مردم سر کار داشت، با همین تعابیر به اصطلاح سعی می کنه که مفاهیم جدید رو در ایران مطرح بکنه و ازش حرف بزنه. چرا این مثال زدم؟ برای اینکه این مثال زدم تا ببینیم که صرف نوآوری به معنای نیست که ما ساختارهای ذهنیمون از بنیاد متفاوت کردیم. بله. تعبیراتی که از اشرف الدین حسینی میخونم هنوز اون ارتباطات دینی شرعی با زبان، یعنی ارتباط شرعی موجوده. نخل وطن این یه تعبیر خاص اونه، یعنی در واقع تو شعر هیچ شاعر دوره مشروطه نمیبینی. حالا منظورم اینه که حالا اگه برگردیم همه اینها رو بریم در ساحت ملک و شعرهای بهار که خودش میگه 700 سال از که ایران شاعری چون من ندید. بله. او در اوج سخنوری و قصایدی که از بهار باقی مونده، خب نمونه های درخشانی از به اصطلاح زبان فارسی در عصر مشروطیت با مفاهیم جدید. حالا من به عنوان مثال بخشی از ترکیب هایی رو که ملک الشعرا بهار به کار برده عنوان میکنم تا شما اینو مقایسه بکنید با اشرف یا مقایسه بکنید با فرخی یزدی.
به عنوان نمونه میگه اختر سعد دموکراسی، تبل آزادی، بانگ پاینده باد آزادی، مرگ آزادی، گلبانگ آزادی، جویبار آزادی، شاخه آزادی، پشت استقلال، ابر استقلال، سرو آزاد وطن، لیلای وطن، چراگاه وطن. خب ببینید که شما با یک ذهنیت کاملا متفاوتی از اشرف‌الدین حسینی اینجا روبرو میشید که از تمام چیزهای جدید با سلیقه های نو و مدرن حرف میزنه، در حالی که قصاید بهار اون استواری و صلابت و انسجام سخن پارسی به اصطلاح سبک خراسانی رو در بهترین شکل در بسیاری از قصایدش نشون میده. برابر این، اگر از این زاویه که من به شما عرض کردم تو شعر بهار نگاه بکنین، میگه کشت ملت، لشکر ملت، کشتی ملت، چمن ملی، بیخ استبداد، چشم استبداد. خب اینا چیه؟ اینا نشون دهنده این واقعیته که ما در دنیای مدرن حتی با اندیشه های دینی، غیر دینی و حتی با اندیشه های فرهنگی وارد مسائلی میشیم که تعبیرات و ترکیباتی بر ما حضور پیدا میکنه که این تعبیرات و ترکیبات در 100 سال پیشتر از اون نبود. یعنی اون دوره‌ای که در دوره مشروطه این چیزا مطرح میشه هیچ وقت در ادبیات کلاسیک ما جنگ صنفی یا زمزمه های انقلابی یا نخل وطن یا لیلای وطن وجود نداشت. ما وارد دنیایی میشیم که اگر این دنیا رو موشکافانه بفهمیم و بازآفرینی بکنیم، اون وقت به اعتقاد من ما به بنیادهای ذهنی همین مدرنیت پی میبریم. یعنی ما اسم اون چیزی رو که به عنوان دنیای مدرن گذاشتیم، عملا همین امشب من بهتون نشون دادم که ذهنیت اشرف‌الدین حسینی با یک ذهنیت دینی این مسائل مدرن رو میبینه. مرگ و شعرهای بهار با اندیشه ملی این مسائل میبینه. مهمترین چیز در شعرش آزادی لیلای وطنه و در شعر فرخی از دیه جوری. بنابراین اگر از این زاویه و ما بخوایم وارد تجدد بشیم، به اعتقاد من زبان یکی از مهمترین مسائلی که ما در ایران باش مسئله داریم، مشکل داریم. هنوز که هنوزه ما تکلیفمونو با واژه‌های اساسی که با نظام سیاسی، با حکومت و با سرنوشت زندگی سیاسی ما مربوطه نمیتونیم چجوری به کار ببریم. ما هنوز در ایران این دایره گیج و گنگ زبان سیاسی نشون دهنده اون مشکلات و مسائلی که در پشت زبان نهفته. ما هنوز نمیدونیم که باید بگیم مثلا دولت ایران که میگیم این منظور استیت، یا وقتی میگیم که دولت مثلا روحانی منظور گاورمنت. تقلید این مفاهیم، ببینید که ما اینا رو به جای همدیگه به کار نبردیم. اون ذهنیتی که در پس پشت زبان فرهنگ ماست رو تصمیم گیری های ما اثر گذاشته. این که ما اینا رو مبهم به کار میبریم، یکی رو به جای دیگری، اون یکی رو به جای این یکی، نشون میده که قدرت هم هر لحظه در ایران میتونه این به جای اون تصمیم بگیره و این به جای او. یعنی شما هیچ ثباتی رو نه تنها در نظم ذهنی خودتون ندارید، بلکه در نظم ذهنی جامعه هم ندارید. الان بفرمایید. من یه سوالی دارم عزیزم. ببینید شما، ما دو نمونه رو با هم مقایسه کنید که زمان فاصله شون هم خیلی زیاد. یکی یادداشت‌های محمد حسن خان اعتماد سلطنت است که خب شما زبان فارسی رو تا حدی بدونید وقتی میخونید کاملا متوجه میشید و درک میکنید که هدف چیست، منظور چیست. و این اعتماد سلطنت به هر حال برگرفته از دانش مکتب خونه بوده، بعد
زبان خارجی رو که یاد میگیره تأثیر میذاره در وقتی مثلا صحبت ولتر یا قصه هایی رو که خونده میکنه آدم میفهمه که این آدم در عرصه زبان آگاهی داشته. همینطور میان به هدایت مثل مخبر السلطنه در خاطرات و خطرات، یک نثر تلگرافی که بعداً آل احمد هم دنبالش میده، در نثر اون ملاحظه میکنیم. آیا سوال من اینه، آیا اینها رو باید گذاشت استثناء یا یعنی استثناءاتی در این عرصه ها گذاشت یا اینکه نه در اون زمان یه حرکتی هم وجود داشته که در این جهت میرفته و حالا پستی و بلندی زیادی داشته، اکثریت با اونا بوده اقلیت با اینا بوده، داستان چیزایی دکتر؟ ببینید داستان مخبر السلطنه هدایت با آگاهی نسبت به زبان سعی میکنه این سبک رو به وجود بیاره و خب این سبکش در بسیاری جاها مفهوم نیست، یعنی واقعا اونقدر این اصطلاح تلگرافی رو که به کار بردن در نسل من تو نمیدونم کی اینه به کار برده، واقعا اصطلاح درستی بود، نسلش حالت تلگرافی داره، ولی بعد بسیاری جاها همین تندوتیز بودن نسل، سریع بودن نسل و اصطلاح در کمترین فاصله حرف زدن باعث میشه مطالب گنگ باشه. اما او با همین زبان باز مطالب مدرن رو در کتاب خودش مطرح میکنه و چون آدم سنتیه اتفاقا از این زاویه خوندن خاطرات و خطرات یا گزارش ایران به درک مسائل سیاسی و اجتماعی ما، نوع فهمی که ما از این مسائل داریم کمک میکنه. البته نثر اعتماد سلطنه همونجوری که شما گفتید نثر روشنی، ولی نثر اعتماد سلطنه به اعتقاد من نثر جانداریه که از توانمندی‌های زبان فارسی سنتی استفاده میکنه تا مسائل روز رو بتونه باهاش چیکار کنه مطرح در خیلی جا. منتها همه اینها بخشهایی از تجدد ماست، حتی همون مخبر السلطنه زبانی که به کار میگیره بخشهایی از تجدد ماست. من نکته‌ای که میخوام بگم اینه در پس پشت این تجدد اون قدرت به اصطلاح شرعی دینی و اون قدرت سیاسی که همیشه میخواست بر جامعه حاکم باشه در زبان خودشون رو نشون میدن. شما همین امروز وقتی میگید که شخص اول مملکت آقای خامنه‌ایه و آقای روحانی یا هر کسی که جای آقای روحانی باشه میشه شخص دوم مملکت، درسته؟ شما فکر میکنید که از این کاربردها فلاکت ملت ایران مشخص میشه؟ یعنی شخص اول مملکت کسی که همه کاره هست ربطی به دولت نداره، اون بالا وایساده. بله. و در واقع دولت دست دوم که هیچ، دست هشتادمه، ولی میگن شخص دوم. ما این تعبیرات رو وقتی اینجوری به کار بردیم میخوام بگم یک پس پشت این تعبیرات مفاهیم بود که برای ما مشکل اساسی ایجاد کرد. یه مفهومی که خیلی مسئله آفرین بود این مفهوم مسئله ملت بود. باور کن در دوره مشروطه ما اسنادی داریم که در اون دوره مثلا میرزا فتحعلی آخوندزاده به یک روزنامه ملت ثنیه ایران یا روزنامه ملت ثنیه ایران یه نامه می نویسه به اون روزنامه، چون اون روزنامه مفهومی که از ملت داره هنوز مفهوم شرعیه، یعنی پیروان شریعت اسلام و آیین شریعت اسلام، مسجد و نمادش قرار. اما آخوندزاده اونجا به همین کاربرد ایراد میگیره. چرا؟ برای اینکه در سنت گذشته ما کلمه ملت همیشه با در ارتباط با مفاهیم مذهبی به کار میره. وقتی میگن رؤسای ملت یعنی روحانیون، ربطی به شاه و درباریان نداره، یعنی مجتهدان. خب در یک چنین جایی اگر در مثلا مبنای آخوندزاده رو ما نگاه میکنیم مشکل اساسی اینجوری تر میشه. در رو
آخوندزاده در نقدی که در 1283 قمری 1246 و 1245 شمسی اگر معادلش رو بدونیم بر مندرجات روزنامه ملت سنیه ایران نوشت، به همین مفهوم اخیر و معنای اصطلاحی ملت اشاره کرد. یعنی حداقل ما امروز سند داریم که از 1283 قمری یک کسی به اسم آخوندزاده بود که گفته بود آقا ملت در معنای اصطلاحی جدید به معنای قوم ایران یا مردم ایران نشانش نمیتونه مسجد باشه. و حالا دقت کنید، به همین مفهوم معنای اصطلاحی ملت اشاره کرد. روزنامه ملت یا ملتی به دستور ناصرالدین شاه دایر گردید، ظاهرا در برابر روزنامه دولتی، و قرار بود که بر سبیل آزادی نگارش یابد. این مفهوم آزادی هم معنای خاصی داره تو اون دوره. بر صورت آخوندزاده در نقد خود به این مسئله به منشی روزنامه ملت نوشت: اولا شکل مسجد که تو در روزنامه خود علامت ملت ایران انگاشته ای در نظر من نامناسب است، به علت اینکه اگر از نفس ملت مراد تو معنی اصطلاحی آن است، معنی اصطلاحی یعنی معنای جدید، معنای اصطلاحی آن است، یعنی اگر قوم ایران را مراد میکنی، مسجد منحصر به قوم ایران نیست و همه فرقه های اسلامی صاحب مسجد هست. علامت قوم ایران نیست و همه فرقه های اسلامی هم اینا دارای مسجد هست. علامت قوم ایران قبل از اسلام آثار قدیمه فرس است و بعد از اسلام هم یکی از مشهورترین آثار پادشاهان صفوی است. ببینید اینجا وقتی که آخوندزاده این حرف میزنه، ما میبینیم که مفهوم ملت در معنای اصطلاحی جدید وارد ایران میشه و الان این نزدیک به 170-180 سال سابقه داره این مطلب. و اینجا اون روزنامه‌ای که میگه روزنامه ملت سنیه ایران، مردم ایران اون موقع میفهمیدن که این روزنامه منظورش پیروان شریعت بود. ملت یعنی شریعت و پیروان شریعت. اما آخوندزاده از معنای اصطلاحی حرف میزنه. حرف من امروز اینه، ما در پس پشت همه این تعبیرات ابهام ایجاد کردیم. کاربرد این مسائل در زبان ما آمدن به دلیل نفوذ قدرت شرعی و نفوذ قدرت سیاسی محدودیت های خاص خودش پیدا کرده، روشنایی پیدا نکرده. و این روشنایی پیدا نکردن مسئله فقط واژه نیست، مسئله مفهوم هم هست. هم امروز ما نمیتونیم این مفاهیمو بدون اون کاربردهای اساسیشون اگر در نظر نگیریم نمیتونیم درست بفهمیم. من اون دفعه اگر خاطرت باشه در صحبتمون از قانون دولتی صحبت کردم. درسته. و ببینید این قانون دولتی از کی کاربرد داره. این متنی که من الان میخونم مربوط به دوره افشاری است، دوره نادرشاه، اسنادی که نامه های نادرشاه یا سفرای نادرشاه. این نامه هست اسم تمسکنامه حسن علی خان معیر الممالک سفیر نادرشاه. این به اصطلاح دولت عثمانی، بزرگان دولت اسلامی و مملکت اسلامی که شما حرف نادر رو گوش نکردید که مثلا شیعه جعفری رو هم یکی از ارکان میکنید به جای چهار رکن به اصطلاح در مکه، در مکه چهار رکن باشه، پنج رکن باشه، یکیش هم چی باشه؟ شیعه جعفری باشه. البته نادر خودش که اصلا اعتقادات اینجوری نداره، ولی این جوابی که میده میگه شما گفتید، شما به ما گفتید که اینو با زعمای قومتون مشورت کردید و اونها نتیجه گرفتن که این با قانون دولتی مخالف. دقت کن دکتر، قانون دولتی در دوره نادرشاه تو این مفهوم. حالا من این عبارت رو میخونم:
اگر که نظر به معاصر مجهوله و مساعی مشهوره که از این طرف در ازاله و ازاهه آثار به ظهور پیوسته دولتین لیتن را متحد می دانیم. لیکن نظر این یعنی از قول اونا نقمه. لیکن نظر به قانون دولت عثمانی این مراتب را با وزرای ازام و علمای اعلا مشورت نمودیم. قبول اون را منافی و مغایر نظام دولت دانستن. خب این برای ایرانیه که اون زمان چنین نامه رو می‌نویسه، پس قانون دولتی مفهومی باید داشته باشه و همین قانون دولتی بعدها در دوره ناصرالدین شاه، این دوره نادرشاه در بخشی از قانون اساسی ما جا خوش میکنه، یعنی کاربرد پیدا میکنه و جا خوش میکنه. حالا اگر یعنی میخوام بگم مشکل اینه، اگر شما بخواید مشکلات سیاسی یک ملت رو بفهمید امروز، به خصوص کشورهایی که در معرض تجدد قرار گرفته، اینی میگم راجع به افغانستان، راجع به تاجیکستان، راجع به مصر، راجع به اردن و خیلی جاهای دیگه هم صادقه، این مشکلات سیاسی از یک طرف ریشه در بنیانهای فرهنگی داره که خیلی قدرت دارن، از یک طرف ریشه در بدفهمی‌های عمدی که ایجاد کردن بر اساس قدرت یا بدفهمی‌های غیر عمدی که ایجاد کردن رشد پیدا کرده و گسترش پیدا. الان من در تاریخ ایران این دوره که نگاه بکنی یادم میفته از یک حرفی رو که استاد عبدالحسین زرین بود موقعی که ما در دوره فوق لیسانس ادبیات قبول شده بودیم، او اون وقت مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بود. ما چند نفر بودیم، جمع کرد و به ما گفتش که شما تصور نکنید که چون ایرانی هستید همه چیز خودتون میفهمید و خارجی هایی که در مورد ایران کار میکنن به اندازه شما نمیفهمن، در حالی که اینجوری نیست، خیلی وقتا از شما بیشتر هم میفهمن، دانش و آگاهی داره. نمونه نیکلسون مثال زد، با اینکه مثلا نیکلسون فارسی نمیتونه حرف بزنه ولی کاری که در مورد مثنوی کرده بود، خب این نشون دهنده چی بود؟ آگاهی عمیق اون نسبت به زبان بود. یکی از مسائلی که ما با تجدد آشنا میشیم همین ترجمه کتابهایی است که در دوره قاجار انجام میگیره. یکی از مسائلی که کتاب‌های خیلی مهمی که کمتر بهش توجه شد تاریخ ایران سر جان ملکم خانه. بله. این تاریخ خب به متن به انگلیسی نوشته شده، بعد به فارسی ترجمه شده. اون میرزا حیرت شیرازی اینو چیکار میکنه اگه اشتباه نکنم ترجمه میکنه و در سال 1290 قمری به یک سال قبلش این دو جلدش منتشر میشه و تا 3-4 تا چاپ از این کتاب در هند انجام میگیره، برای اینکه جزو کتاب‌های درسی چیز بوده، فارسی زبانان هند بوده تو مدارسشون. دکتر عزیزم ببخشید ما یه رنگ کوتاه باید بکنیم، بسیار اجازه بدید برمیگردیم. قربونت برمیگردیم. من یه ترانه براتون انتخاب کردم از ماجد رومی، بانوی بزرگ آغاز لبنان و عرب، شعری از نزار قبانی رو میخونه با ترجمه فارسی با درود دوباره. به به ماجد رومی. دکتر عزیزم اتفاقا خیلی جالب شد این پخش شد، شما اشاره فرمودید به این مسئله که در مصر و افغانستان و تاجیکستان و غیره وجود داشت. من نکته خدمت بگم، مثلا نوشته های عبدو یا نوشته های جمال الدین اسدوبدی وقتی نسخه عربیش رو شما مراجعه میکنی و کواکبی و خیلی هاشون، این نثر جدیدی که ما الان مشاهده میکنیم انگار دجمه رو میزنن شروع میشه، یعنی شما خیلی نثر جمال الدین اسدوبدی رو در زبان عربی مدرن تر میبینی از
نصش در زبان فارسی. یا محمد عبده هم همینطور. به اعتقاد من شاید یکی از دلایلش اینه که اینها آلوده دین به اون معنا نشدن، ولی این گرفتاری ما در وطن خودمون این بوده که متون مذهبی و اصطلاحات مذهبی بسیار بر اندیشه ما سلطه داشته. آیا اینجوری نیست؟ چرا؟ همین هست. یعنی من وقتی که الان براتون خوندم در اسناد دوره نادری وقتی از قانون دولتی حرف زده میشه، بنابراین این قانون دولتی یک مفهومی که در عنوان مفهوم نگاه بکنید در تاریخ ایران سابقه طولانی داره و تردید ندارم که قانون دولتی در برابر قانون ملتی به کار رفته. یعنی قانون ملتی قانون شریعته. این که حالا از قانون دولتی چی میفهمیدند مسئله دیگه‌ایه. یعنی واقعا احتیاج داره، ایران احتیاج داره که این مسائل مورد بررسی قرار بگیره در همبستگی گروه‌های مختلف، گروه ادبیات، گروه تاریخ، گروه زبانشناسی، و این مفاهیم باید شناسایی بشه و وارد فرهنگ سیاسی ما بشه. یکی از شناخت این مفاهیم، یکی از کارهاش اینه که دیگه مانع میشه که ما کلماتو غلط به کار ببریم. مانع میشه که، مثال میزنم برای یک مفهوم ساختاری بعقیده من، ما چون همیشه کلمه ملت رو در ادبیات فارسی از قرن چهارم پنجم در برابر دولت به کار می‌بریم، همین بیهقی که مثال زدی میگه کار جهان بر شریعت و پادشاهان بسته است و دولت و ملت از هم جدا نیستن. دولت و ملت اونجا یعنی شریعت. پس این سابقه خیلی طولانی داشته و در تمام ادبیات ما این دوتا جلوی همه. یعنی درسته که در عمل در خیلی جاها با هم همدستی میکنن، اما مخالف هم. ملت همیشه مخالف دولت. ما این ساختار مخالفت تاریخی ملت در برابر دولت رو در مفهوم جدید جایگزین کردیم. متاسفانه ملت رو در معنای جدید به معنای مردم ایران یا مجموعه رعایای مکران یا مردمی که حقوقی دارن در دوره مشروطه به کار بردیم، اما هیچ وقت ملت با دولت همخوانی و هم نظری پیدا نکرد. یعنی همه جا این ساختاری که در بنیاد و در اساسش ملت و مقابل دولت قرار میده در مفهوم جدیدش هم حفظ شد و ما تا به امروز هم نتونستیم به گوهر اتحاد معنایی در زمینه دولت و ملت بکنیم. منظور من این نیست که ملت تماما نماینده دولته. معلومه که ملت بیشتر مردمان نخبه هستن فلانن، ولی شما اینجا توی مملکت که من و شما زندگی میکنیم، مردم بین خودشون و استیت خیلی تناقض نمیبینن. ممکنه با گاورمنتی که میاد دچار مشکل باشن، قبولش نداشته باشن، بگن لیبر پارتی بهتره زینی یا اون بهتره، ولی با خود استیت در معنای دولت مشکلی اونچنانی نداره. منتها در زبان فارسی ساختار این تعبیرات سنتی خودشون رو تحمیل کردن بر دنیای مدرن. هنوز که هنوزه ما این مسئله رو داریم و هنوز که هنوزه همیشه ملت میخواد علیه چی باشه؟ علیه دولت باشه. و این خب البته بعضی از دوستان ما گفتن که این به دلیل استبداد به اصطلاح سیاسی بود که همیشه این ملت رو از دولت ها جدا کردن یا مردم در برابر اونها قرار دادن. اما من ضمن اینکه قبول دارم استبداد نقش داشته، ولی بحثم اینه که این ساختارهای کهن زبان در تجدد ما نقش های ویرانگری داشته و اگر ما نتونیم اینها رو تبیین میکنیم، اگر ما نتونیم اینها رو به نگارش و بحث در بیاریم، مشکلات سیاسی ما همچنان سر جای خودش باقی میمونه. اینجاست که من معتقدم مسئله زبان فقط واژگان نیست. مسئله زبان بنیادش مفاهیمیه که چرخش پیدا میکنن و مفاهیمی که با بستر
یک فرهنگ سنتی، چیز دیگه ای از توشی در میاد. حالا شما کلمهشو گذاشته باشید جاش ملت یا گذاشته باشید مردم، ولی اون تعبیری که ملت رو گذاشتی، اون ملت در ساختار زبانی و تاریخی و فرهنگی ما مفهومی دیگه داره. وقتی میگیم رؤسای ملت یعنی روحانیون، و به همین دلیل بی خود نبود که انقلاب مشروطه که میبینیم روحانیون در واقع سرانجام ریاست ملی رو دارن، یعنی رهبری ملی رو دارن. روشنفکران نه اینکه نبودن، اونا بودن که حرف آخر و نهایی رو زدن. حالا بذارید من دکتر ببخشید، ما از دیرباز هم یعنی از خیلی دورها در متون مذهبی وقتی میگو ملت ابراهیم کاملا مشخص بود منظورشون قوم یهوده، یعنی کاملا ملت در یک معنای جدا شده از مفهومی است که بعدا ما در برابر نیشن در اروپا دست پیدا میکنیم. این مفهوم در ایران که جا میفته دکتر؟ همین دوره به اصطلاح دوره قاجاره که کم کم ببینید این ساختاری که من الان صحبت میکنم، میرزای شیرازی در جریان نهضت تنباکو یه نامه‌ای به ناصرالدین شاه می‌نویسه که قوانین دولت باید مطابق موازین ملت باشه. خب خیلی ها نفهمیدن که این ملت یعنی شریعت. اون میگه آقا دولت یعنی سلطنت باید مطابق قانون شرع عمل بکنه و رفتار بکنه. دوستان ما اینو خوندن به معنای ناسیون نیسته، یعنی اینقدر شیرازی رو مدرن تصور کردن که آره. و من گفتم میرزای شیرازی، اسم میرزای شیرازی کنار نام مصدق و مصطفی الممالک به عنوان رهبران نهضت ملی آوردن. ببینیم منظورم اینه که این نوع کاربردها، بدفهمی هایی که در مسیر تاریخ ایجاد میکنه، در فهم ما هم همچنان ایجاد میکنه نسبت به متون تاریخی. برابر این اگر اینجوری بخواید نگاه بکنید، در کلمه ملت و دولت در ادبیات فارسی ریشه طولانی داره، از قرن 4 هجری 3 هجری تو متون ما هست و همه جا هم میگن این دولت و ملت باید با هم باشه، برای اینکه چون اختلاف داره. و دوره مشروطه ما در برابر ناسیون کلمه ملت رو گذاشتیم، به دلیل به این دلیل گذاشتیم، برای اینکه ملت در معنای شرعی جدا از شریعت و آیین به معنای پیروان شریعت هم داشتن. اون وقت که تو دوره قاجار میگفتن ملت اسلام یا ملت ایران، منظور ناسیون نبود، منظور همون ملت شرعی بود، یعنی پیروان شریعت. خب چون پیروان شریعت از زبان فارسی برای ملت وجود داشت، اون وقت که و انبوه دیگه پیروان شریعت خود جمعش خیلی مهم. مثلا در زبان دوره قاجار وقتی میخواستن از چیز موقعیت سیاسی مردم ایران حرف بزنن، میگفتن رعایا. رعایا دیگه یا کلیمی بود، مسیحی بود، مسلمان بود، هر کی میتونست باشه. ولی اون دوره وقتی میگن ملت ایران، منظورشون ملت شیعه است، نه ملت یهودی یا نه ملت مثلا زرتشتی. و حتی تو قانون اساسیش وقتی که نوشتن موقع انتخاب بر سر به اصطلاح نیروهای سیاسی، ما اصلاش الان تو تاریخ بیداری ایرانیان هست خیلی راحت، میگه که علمای نجف و علمای اصفهان ممکنه که با ورود یهودی ها و مسیحا به مجلس مخالفت بکنه، شما باید نماینده تون از مسلمان ها انتخاب کنید. ببینیم این بحثی که ناظم اسلام کرمانی میکنه، و بعد میگن که میرن و آقای طباطبایی مجتهد معروف، اون میشه نمایندگی یهودی ها رو، مسیحی ها رو میپذیره، معذرت میخوام، و آیت الله بهبهانی نمایندگی یهودی ها رو. فقط از زرتشتی ها ارباب کیخسرو با اعمال و نفوذ ارباب کیخسرو رو میفرستن به مجلس، یه نفر. و ناظم اسلام کرمانی همونجا میگه به خاطر اون همه پولی که داد و خرج کرد و بله خب پول هر چک، ولی من بحثم اون پول نیست، بحثم اینه که اینها میدونستن اینها ملت‌های مختلفن. وقتی میگفتن مجلس ملی
به احتمال در هیچ ربط به مجلس ناسیون نداشت. یعنی مجلسی که پیروان ملت‌های مختلف درش چیکار می‌کنن، شرکت می‌کنن. ملت مسلمان، ملت یهودی، ملت مسیحی، ملت زرتشتی. به این تعابیر اگر در بحث‌های تاریخی شناخته نشه و در بحث‌های سیاسی روز شناخته نشه، ما همچنان تو ایران مسئله خواهیم داشت. یعنی باور کنید مسئله زبان و اینکه این زبان و چرخش این مفاهیم چجوری بر سرنوشت مردم ما اثر میذاره، یکی از مسائل بسیار مهم و بنیادی، و این اگر ما نبینیم دچار مشکل اساسی خواهیم شد. اما برگردم، وقت داریم دیگه، من چند دقیقه حرف بزنم. اما برگردم به بحثی که در مورد کتاب سر جان ملکم خان کردم. این کتاب در این چاپی که مورد نظر منه، این با تصحیحات محمد اصفهانی در سه سال قبل از انقلاب مشروطه در بمبئی منتشر میشه، و این در حقیقت کتابی که این کتاب، یعنی اساس این کتاب در بسیار مطالبش دیده نشده ایران، یعنی واقعا مورد بررسی قرار نگرفت این تاریخ سر جان ملکم خان ملکم، برای اینکه این بسیاری از مسائل ایران رو مطرح میکنه، مثلا شیوه مالیات در ایران، شیوه حکومتداری در ایران. او چون از یک آدمی از یک فرهنگ دیگه‌ای میاد، مطالب و مفاهیمی رو استفاده میکنه که این مطالب و مفاهیم من نمیدونم تا چند اندازه میتونست برای مردم اون دوره چیز داشته باشه، مفهوم باشه و روشن باشه. برای اینکه او از یه جامعه متمدنی در غرب می اومد که فرهنگ دگرگون شده ای داشت و مفاهیم برای او مشخص بود، ولی کتابی که به انگلیسی می نویسه، حالا من اینو اینجا واقعا نمیدونم این ترجمه اصلی حیرت یا این آقای اصفهانی درش کمی دست برده، ولی این تیکر براتون می خونم. میگه در ایران زنان را در حالت قید و حبس داشتن نیز شک نیست که اگر از اسباب، یعنی این عمل زنها رو در قید و حبس داشتن میتونه از اسباب، اگر از اسباب قویه نباشد، اثر کلی در تعویق ترقی کسانی که این مذهب را اختیار کردند دارد. انسان را میتوان گفت مخلوق عادت است. در ملت اسلام هر کس در خانه خود حاکمی قهار است. اون شاه مستبد، اینم مرد مستبد. از طفولیت تا شیخوخیت، یعنی تا پیری، هیچ نمیبیند و نمیشنود مگر حکومت و اطاعت. عادتش یا بر فرمان دادن یا فرمان بردن جاری شده، لحاظا نمیتواند بفهمد که معنی یا مقصود از آزادی شخصی و ملکی چیست. دقت کن این تناقض اون میبینه، میگه ایرانی نمیتونه بفهمه که آزادی شخصی، حتی آزادی شخصی مثلا پرسونال فریدم یا چیزهای تحولات فرهنگی که او میبینه، من نمیدونم اون موقع کسانی که اینو میخوندن میفهمیدن آزادی شخصی یعنی چی، و وقتی ملکی هم یعنی آزادی سیاسی، مملکت و ملکداری و اینها. و بعد پایین تر هم میاد میگه در جمیع بلاد اسلام هیچ کس به هیچ وجه از وضع اداری حکومت ملکی و ملی مستحضر نیست. خب این کلمه ملی رو که داره به کار میبره، من فکر میکنم اون در معنای ناسیون داره به کار میبره، حکومت ملی رو، نه به معنای مذهبی. خب این از طریق همین ترجمه ها بسیاری از این مفاهیم وارد زبان فارسی میشه. یکی از کارهایی که در ایران باید بکنن پیدا تحقیق در این مسائل و در واقع برگردوندن این بحث ها به مسائل روز
روز مملکت ماست و همین جا شما میبینید که هیچ چیز در ایران سر جای خودش نیست. شما وقتی معنای دولت رو درست به کار نمیبرید، معلومه که آقای وزیر امور خارجه کاری نیست، از روز اول هم میره اونجا این قدرت سیاسی رو میپذیره، باید بفهمه که در یک چنین ساختار سیاسی و در چنین زبانی وزیر امور خارجه معنی نداره. تصمیمات در جای میخوام اینو بگم، یعنی این ما این اگر آقای وزیر امور خارجه نمیفهمید که کاری نیست، یا آقای به اصطلاح روحانی نمیفهمید آره که کاری نیست، خب شما یعنی ساختارهای سیاسی رو درست نفهمیدید. شما الان وزارت امور خارجه دارید ولی وزارت امور خارجه کارش انجام میده. این مشکل ماست، این مشکل ماست که ما یک سری مفاهیم رو گرفتیم ولی اون استبدادش مثلا ویگرانگر سنتی پشت سرش، امروز که استبداد دینیه و اجازه نفس کشیدن به اینها نمیده. از اینجا ببخشید ما به پایان وقتمون رسیدیم، فقط من در تایید فرمایشات شما یه نکته رو بگم. این که آقای ظریف و این سه چهار روزه دارن کباب میکنن فقط به خاطر اینه که آقا قاسم سلیمانی داره سیاست خارجی رو تعیین میکنه، نه من. یعنی این حرف شما در عمل ما داریم مشاهدهش میکنیم و میشنویم از زبان فردی که وزارت خارجه رو به او سپردن. بسیار ممنونم، بسیار بحث جذاب بود. امیدوارم که موثر باشه. در بحث بعدی دنبال میکنم. خیلی ممنون. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. به اتفاق دوست گرامیم ماشاءالله آجودانی، آقای دکتر آجودانی محقق و استاد و تاریخدان و ادیب، همه اینا رو داره. آقای دکتر بعدی همه شما چشم به پروردگار عاشق میسپارم.